سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز برنامه برگی از تاریخ با یوسف اردلان است. درود بر تو یوسف جان. سلام بر شما و بینندگان گرامی. دوره در واقع بحرانی خاورمیانه میگذرونه، دوره ای از فریادها و صداهایی که در گوشه و کنار این منطقه بزرگ در حال شنیدنه. مردمان کردستان، آذربایجان، یمن و مناطق فلسطین و مناطق مختلف که از آزادی و برابری و اتحادهای ملی و بین المللیشون حرف میزنن. تو این شرایط که هست نگاهی میکنیم به تاریخ کشور ما و ماهایی که میگذره و باز برای ما نقطه های عطفی در تاریخ جنبش ماست، مثلا قیام مردم آذربایجان در سال 1324 که حزب در واقع فرقه دموکرات آذربایجان رهبری این قیام رو به عهده داشت و بیانیه‌ای در همون زمان داده بود که انجمن ایالتی آذربایجان تنها برای حل مشکلات آذربایجان نیست، بلکه به منظور تأمین آزادی در سراسر ایران. و اومد و این فرقه بارها با دولت‌های مرکزی، دولت مرکزی در واقع مسائلش رو در میان گذاشت و همچنان پاسخهای منفی و جز سرکوب رو در واقع در مقابل ندید. و ما میبینیم که در حالی که اونها کنگره خلق آذربایجان توی آبان 29 آبان 1324 اعلام میشه و انتخاب دولت رو میگه که این دولت خواهان آزادی برابری زن و مرد، آزادی حقوق ملی، حقوق مردم و گامهایی که رفاه اجتماعی رو برای همگان به رسمیت بشناسه. و دولت مرکزی هم نه فقط این رو به رسمیت نشناخت، بلکه یک لشکرکشی کرد توی آخرای 21 آذر 25 و دولت ملی آذربایجان رو سرکوب کرد. همزمان اون دوره ما شاهد مبارزه مردم کردستان بودیم و دولت حکومت ملی که قاضی محمد تشکیل داد و این رو هم دولت مرکزی بر نتابید و قاضی محمد رو اعدام کرد و دولت ملی کردستان رو پایان داد. واقعیتش اینه که اگه میتونست این خودمختاری های محلی و در واقع به رسمیت شناسی حقوقی پذیرفته میشد، ما یک الگوی بسیار مناسبی برای حل مسئله کشور چند ملیتی ایران داشتیم. کشوری که دموکراسی سرکوب نمیشد، حقوق مردم سرکوب نمیشد، حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته میشد و نهادهای خود محلی میتونستن توی کردستان، آذربایجان، ترکمنصحرا، خوزستان، بلوچستان و مناطق مختلف بتونن در واقع حقوق خودشون رو به دست بیارن، بتونن در واقع تا حد زیادی به سازماندهی و شکل‌دهی یک دموکراسی فراگیر توی کشور عمل کنن. اما ما همچنان در همه این سالها شاهد سیاست‌های سرکوبگرانه دولت مرکزی بودیم، به حفظ به بهانه‌های حفظ امنیت و تمامیت ارضی و اینها و از هیچ جنایتی هم تو این رابطه در واقع فروزار نکردن. شما وقتی این تاریخ رو نگاه میکنین چگونه میبینین این مسئله رو؟ چون به سادگی از این مثلا از حق زبان آموزش به زبان مادری آغاز میشه، از همین در واقع کنترل شهرها و مناطق توسط دست خود مردم آغاز میشه، از این آغاز میشه که به فرهنگ ها و
آداب و سنن اجتماعی که در اونجا هست احترام گذاشته بشه و به رسمیت شناخته بشه و بتونن مردم محلی خودشون امور خودشون رو سامان بدن، نیازها و مسائل خودشون رو سامان بدن و تلاش کنن یک جامعه مدنی برپایی حقوق اجتماعی مردم به رسمیت شناسی اون و حق دخالت اونها در تعیین سرنوشتشون بسازن. اینه چگونه شما در واقع بعد از این همه سالها بیش از 5 دهه مبارزه برای حقوق اجتماعی مردمان، برای آزادی، برابری، گنگیدی، چگونه میبینین وقتی نگاهی میکنین به این راهی که رفتیم، راهی که در پیش داریم؟ شما نکاتی رو انگوش گذاشتی روی یه مسئله خیلی مهمی که همونطوری که از اول آغاز کردید مسئله فلسطین رو بودید و فلسطین رو گفتید، میبینیم این اعمال ستم ملی یعنی نشناختن هویت عده بیشماری، عده فراوانی چه معضلاتی رو وجود میاره. وقتی که نجات پرست صهیونیست بعد از 70 سال 80 سال که در واقع بعد از جنگ دوم که فاشیسم هیتلری شکست خورد، میبینیم ثمرات ناگوار این به اصطلاح نجات پرستی حالا در همین خاورمیانه ما، همین بغل دست ما در اسرائیل چه جنایاتی رو به وجود میاره. وقتی که اشاره کردیم به این که این مال جنگ بعد از جنگ دوم مقایسه بکنیم، ببینیم در اون زمان چی بود. ما اگه یادمون باشه حکومت رضا شاهی شکست خورد، حکومت رضا شاهی مبنای بخشی از فرهنگ سیاسیش رو بر مبنای یک دولت، یک ملتی که تک نژادی باشه و زبانش زبان فارسی باشه، که به غلط هم زبان فارسی رو انگار فقط ایرانی است که زبان فارسی حرف میزنن. زبان فارسی هم زبانی مثل همه زبانهای دیگه و اتفاقا زبان معتبری در خاورمیانه هست که بعد از منطقه بزرگی از ماورای قفقاز تا هند و در واقع بنگال جای زبان حکومتی عربی رو گرفته بود. یعنی این زبان منظور مال یک ملت نیست، در حالتی که اون ملتی رو که ایران سازها در واقع بر اساس تک نژادی آریایی و زبان فارسی تمام تلاششون کردن، سرنگونی خود رضا شاه این واقعیت رو نشان داد که کشور ایران هم کشور چند کثیر المله است، چند ملتیه. و وقتی که قسمتی از ایران متفقین اومدن، یعنی حکومت رضا شاه که در واقع البته عملا میگن بی‌طرف بود ولی در واقع تحت نفوذ سیاست های آلمان نازی بود، خب این شکست خورد، متفقین اومدن و اون قسمتی که در واقع این سانسور و فشار سرمایه‌داری انگلیسی برش نبود، آزادی های شروع به شکوفایی کردن. بیگمان کسایی مثل سید جعفر پیشوری که یک از فعالین بسیار بسیار معتبر و اتفاقا خیلی برش قدر شده از همون دوران مشروطه، اولین بعد از همون جنگ اول بود که حزب کمونیست تشکیل دادن، یکی از فعالین جنبش جنگل بود و اتفاقا در تبریز هم دوره 14 فکر کنم بود که انتخاب شد ولی مجلس که اکثریتش راست بود چیزشو به اعتبارنامش رو تصویب نکرد. کسی بود که نماینده مردم تبریز بود. در هر صورت در اون شرایط امکان اولین، همینطوری که در نمیتونیم پنهان بکنیم، حزب توده اولین
حزبی بود در ایران به وجود اومد که برنامهش بر اساس آزادی های سوسیالیستی انسان دوستانه بود، برابری زن و همونطوری که اشاره کردید، و اونا شروع کردن بر اون مبنا برای اداره در واقع منطقه زیست خودشون به مرکزیت تبریز. خیلی کارام کردن تا تونستن، کارای کردن، اصلاحات ارضی کردن، یکی مهمترین کارهایی که تازه بعد از 20 سال به اصطلاح حکومت محمد رضا شاه به حساب عنوان یه رفراندوم کارهایی کرد. ولی اونا کار ریشه ای اصلاحات ارضی هم کردن، انتخابات آزاد کردن و از این هم. و در اون منطقه در کنارش آذربایجان غربی اسمش میزنه ولی منطقه کردستان بود، در اونجا هم میبینیم که پدیده وجود داره، این پدیده مسئله ملی و هویت خواهی و تعیین مرزها رو، و که بعد از جنگ اول در واقع این همون حوالی مشروطه بعد از اون میشه وجود اومده، چیزی نبوده که قبل هم وجود داشته باشه. میبینیم که در اونجا هم بله خاص اداره منطقه خودشون به دست خودشون پیش میاد. حالا با یه به اصطلاح یه وقت انتخاب یک سیاستی یا یک نمایشی به اصطلاح شعارهایی داده میشه که به غلط یا بگیم بدفهمی تلقی میشه، مثلا جمهوری دموکراتیک کردستان رو اعلام کردن در دوم بهمن که میشه هفته دیگه میشه یا به سال روزش. چرا این کار کردن؟ چون اصلا نمیخواستن به هیچ وقت قبولشون بکنن. حتی در اونجا یکی از انتقادات این هست که در اون موقع حتی میخواستن که جمهوری در واقع این تشکیلات حزب دموکرات کردستان ایران که در اول آبان 1324 تأسیس شده بود، میخواستن این رو هم جزء این نکات ضعف وجود داره جزء حزب دموکرات آذربایجان به حساب بیاد، که اونا نمیخواستن این کارو بکنن و برای این جدایی چیزی به نظرشون رسیده بود که جمهوری جداگانه رو اعلام بکنن. و ولی آن چیزی که به وجود اومد آغازیست بر مبنای یک پدیده‌ای که داشت شکوفا می‌شد، داشت شکل می‌گرفت، گسترش پیدا می‌کرد. دیگه مردم منطقه، یعنی تمام مناطق، همه جای بگم دنیا و از جمله ایران، از جمله این منطقه، دیگه اون به در واقع احساس ملی و یا خودشناسی که در طی تاریخ وجود میاد یواش یواش وجود اومده بود. و در اون روال هست که میبینیم حزب دموکراتی تشکیل میشه، هرچند اون حزب دموکرات بنابه وضعیتی بود که پیش اومده بود، یعنی اومدن ارتش سرخ و آزاد شدن منطقه از زیر چتر حکومت استبدادی رضا شاهی در اونجا پیش اومده بود، ولی چیزی نبود که از جنبش حرکت مردمی به وجود بیاد. این نکته خیلی مهمه، به خاطر همین هم بود که وقتی هم شکست خورد، یعنی حکومت مرکز دوباره بازگشت و همه میگن اون موقع میگن روسا یا شوروی ها بهشون خیانت کردن، نه شوروی ها میخواست میگفتن که ما نمیتونیم بمونیم. نامه هم اون وقتا یادمه نوشته بود استالین برای پیشوری که خب اگر ما بخوایم در آذربایجان بمونیم، انگلیس ها میگن در سوئز میمونیم، در مصر. یعنی مسئله این است که باید بیرون رفتن تمام نیروهای خارجی از مرزهایی که اون موقع تعیین شده بود بگیم از کشور ایران طبیعی ترین حالت بود. و اینا هنوز خودشونو انقدر قوی نبودند که بتونن در مقابل برای اون چیزی که در اون یک سال بوجود آوردن تأسیسش کردن ازش دفاع بکنند. وقتی که میبینیم در سالهای بعد، سال 57، یه همچین مسئله‌ای در کردستان هنوز
میبینیم که به خودشون اجازه میدن که ازش دفاع بکنن، از موجودیت خودشون، از حاکمیت بر شهرها، در شوراهای شهر، در محلات. و میبینیم مسئله کردستان به اون ترتیب در واقع شکوفاتر میشه، میشه گفت داره به در واقع این توالی تاریخ رو در اونجا بهتر میتونیم ببینیم. در هر حال این نکته‌ای که شما اشاره کردید دقیقا برمیگرده به همون هویت آدم‌هایی که در یک سرزمینی زندگی میکنن. شناختن هویت‌هاشون، احترام گذاشتن به هویت‌هاشون، داوطلبانه دوستی رو ایجاد میکنه و این همپیمانی همرزمی اینه که وحدتی رو ایجاد میکنه، وحدت داوطلبانه که هیچ چیزی نمیتونه از بینش ببره. ما نمونه هاشو در همین بعد 57 دیدیم. یادمون میاد که چقدر همه در واقع کم بودیم، چپا انقدام نبودیم، ولی همه در کردستان جمع شدن. چرا؟ برای اینکه احساس وحدت مبارزاتی بود. کی این کار میکرد؟ اونی که بهش میگن چپه. بله، این وظیفه به عهده تفکر لائیک، تفکر در واقع در جهت برابری، عدالت اجتماعی که سوسیالیسم میشه معنا پیدا میکنه و خارج از این تبدیل به نمیدونم شوینیزم سلطنت خواهی میشه که هنوزم بر تبل نژاد آریایی و باستان گرایی و مسائل دیگه خودش هیچی نداره مطرح بکنه. میگه کوروش اون کار کرد. خودت چی هستی؟ خودت همینی که الان هیچی نداری. اون کسی که باستان گرایی میکنه برای اینکه الان برای گفتن هیچی نداره، در حالی که الان بلوچ، کرد، ترک، عرب، اون یکی هم بگیریم فارس و همه چیزی برای گفتن دارن، برای بهتر زندگی کردن. و برای زندگی کردن میبینیم که خیلی خلاصه الان شده زن، زندگی، آزادی، ولی این شکوفاتر خواهد شد و در برابری در واقع نمیشه از ملت ها دیگه حل مسئله صحبت کرد و مسئله زن رو برابر با مرد ندونست. خیلی طبیعیه. و این پدیده میبینیم پدیده فرق داره با پدیده 40 سال، با 40 سال پیش یا پدیده 100 سال پیش. این روند رو وقتی دونه دونه نگاه میکنیم و یادمون بیاد الان در شرایط خیلی بحرانی و بدی زندگی بکنیم. اخلاق سیاسی دنیا به طور غریبی سقوط کرده. تازه کسانی که همسن و سال من باشن یادشون میاد که اوایل سالهای 40 وقتی که در کنگو لومونبا رو کشتن، عکس عملش آنچنان بود که در ایران مثلا کسی در مجله سپید و سیاه دکتر عبدالله بهزادی شعری گفت بهاران خجسته باد، که این رو برای همسر لومونبا گفته بود و اتفاقا شعر اولش این بود: به بانوی سوگوار که در ماتم شهید، بنالید و زان نوا دل عالمی تپید، بهاران خجسته باد. و شروع میکنه همون شعری رو بعدن که زنده یاد کرامت دانشیان این رو به صورت سرودی در زندان به در آورد و بعد از قیام تبدیل شد به یه آهنگی، به سرودی که همه آزادی خواها میخوندن. این مسیر رو آره اون موقع فرهنگی میگن اخلاق دنیا اینطوری بود. اگر در کنگو لومونبا رو میکشتن در ایران عکس العمل نشون داده میشد، سرود براش درست میشد. ولی متاسفانه الان ما در یک عزیز هستیم، باید اون فرهنگ رو زنده کنیم. خب این فرهنگ تا حدی، یعنی شما به چیز مهمی اشاره کردید وقتی میگید که مسئله در واقع موقعی که لومونبا رو تو اسید بلژیکی ها در واقع سوزاندن و غرق کردن و کشتن لومونبای مبارز رو، در همه جهان و در ایران هم همچنین مبارزین و فعالان اجتماعی در غمش
غمگین شدن در این فقدان و بیش از اون شعرهای سرودهای حماسی از مقاومت و فداکاری این مبارز شهید راه آزادی سرودن. و الان ما می‌بینیم که جهان جهان قطبی شده، جهان دو قطبی شده که از یه بر مردمان در خیابانن، مردمانی که شنبه ها میان توی خیابان ها و شعار صلح میدن، شعار قطع فوری جنگ و آتش بس فوری رو میدن و کاخهایی که در واقع پشت رژیم اسرائیل هن. پشت رژیمی هن که تا حد زیادی، یعنی نه فقط تا حد زیادی، اصلا به طور کامل در یک تمامیت خواهی وحشتناکی میخواد پاکسازی مردم فلسطین رو از سرزمینشون سامان بده. آوارگی که از 75 سال پیش برای این مردم تحمیل کرده رو کامل کنه در سرزمین های اشغالی و بیش از اون با کشتارهای دست جمعی یک بی اخلاقی اجتماعی بزرگ رو سامان بده که میشه همینجور کشت. پاسخ در واقع سنگ رو با گلوله های آتشین و بمب های وحشتناک داد. میشه برای بخاطر مجازات یک تروریست همه یک شهری رو نابود کرد و همه رو به خاطر اینکه چند نسل پیششون، مثلا چند سال پیش مردمانی به حماس رأی دادن، مجازات کرد، مردمی رو که فرزندان اونها بودن باید مجازات کرد. و میبینیم که علارغم هورایی که دولت‌های غربی میکشن برای به اصطلاح حقوق بشر و اینها، همشون در حال پر کردن در واقع این دستگاه جنایتکاری هستند که مرزی در جنایت، مرزی در سرکوب نمیشناسه و میدونن همه مردم که میخواد اسرائیل میخواد غزه رو از صحن زندگی اصلا حذف کنه، ساکنانش حیوان میدونه و میگه خارج از هر چیزی باید به قول معروف نابود کرد، تمام آثار تاریخی، تمام آثارهای اجتماعی رو نابود میکنه که بتونه به اصطلاح یک تعادلی سامان بده، یک هولوکاستی رو داره سامان میده که کیا قبلا سازمان دادن علیه یهودیا؟ همین دولت‌های غربی، آلمان و در کل اروپا بسیاری از به قول معروف یهودیا رو همین اروپایی‌ها کشتن، خصوصا آلمانی ها. و الان آلمانی ها همراه آمریکا و بریتانیا که این سامان دادن در واقع دولت اسرائیل رو، پشتیبان اسرائیل هن و هیچ به قول معروف چیزی ندارن، حد و مرزی در ویران سازی ها ندارن. میبینیم برای آزاد کردن به اصطلاح 130 تا گروگان حاضرن 24,000 انسان رو بکشن، و ولی میبینیم تو این شرایط اخلاق مردم در خیابان هن، مردم علیه این هن، شهرهای اروپایی و بسیاری از شهرهای جهان شنبه ها حداقل در این چیز تظاهرات میکنن و خب دادگاه لایحه‌ای تشکیل میشه که یک دولتی که خودش قربانی ده ها ساله و چند شاید 300 سالی آپارتاید استعمار و آپارتاید بوده، یک بار بلند میشه حمایت میکنه تمام شباهات نزدیک یک دولت آپارتاید نژادی رو میاره اینجا و میگه چگونه این آپارتاید نژادی داره عمل میکنه. و میبینیم دو سویه است، یه سویه دولت ها که چگونه میخوان با مسائل ملی حقوق اجتماعی روبرو بشن، اون سویه مردمیه که میگه باید به رسمیت شناخته چیز رو. این توی جامعه ما دقیقا همین روند بوده، میبینیم دولت به اصطلاح فرقه آذربایجان یا حزب دموکراتی در چیز درست میشه در آذربایجان یا در کردستان و میان یک سری اصلاحات ساختاری میکنه، مثلا دولتی که مثلا تو فرقه دموکراته توی یک سال اصلاحات ارضی میکنه، برابری زن و مرد رو انتخاب میده، نه فقط حق انتخاب کردن، انتخاب شدن به زنان رو سامان میده که دولت رضا محمد رضا بعد از 20 سال حق رأی رو به زنان میده و اونجا اینو 20 سال قبلش میدن، یعنی قبلش بیش از 20 سال دارن میدن تا
تأسیس دانشگاه تبریز رو سامان میدن، رشته های پزشکی و کشاورزی آموزش پرورش میارن، زبان در واقع آذری رو میارن توی چیز که بتونن گفتگو کنن. و میبینیم که توی فاصله بسیار کوتاهی 7 تا نشریه حداقل فعال به زبان ترکی آذربایجانی تیراژ میشه که 25,000 نسخه در روز به قولی بعضیاشون به اصطلاح چیز داشتن تو اون شرایط. و تو اون شرایط در حالی که دو مردم آذربایجان و خود فرقه دموکرات نماینده انتخاب میکنه، جالبش میگه 24,000 نفری که اونجا کاندی چیز بودن حق رأی داشتن، بیش از 23,000 نفر به پیشوری رأی میدن که بره این مسائل حل کنه دیگه، مسائل مردم. ولی به اصطلاح مجلسی که طرفدار دولت مرکزیه حاضر نیست به رسمیت بشناسه، به قول شما حق وکالت این رو به رسمیت نمیشناسه، اعتبارنامهش رو رد میکنه و بعد نشون میده که جز زبان سرکوب نداره. و ما میبینیم که اینجا باز توی فلسطین هم دقیقا اینه، مردمی که میخوان حق تعیین سرنوشتشون رو به رسمیت شناسایی بشه و سازمان ملل دهه هاست قبول کرده که حداقل دو ملت در اینجا زندگی میکنن که باید حق تعیین سرنوشت داشته باشن، ما اسرائیل، اما 75 سال همینجوری همه چیز رو نفی میکنه، سرکوب میکنه. همزبانی زبان اسرائیلی با زبان دولت مرکزگرا در ایران از شاه اللهی ها گرفته تا اسلامیست ها یک زبان. این چجوری میشه دید؟ چجوری میشه تدوین کرد در یک گستره بزرگ تاریخی؟ شما اشارات تاریخی رو دوباره مثلا مرور کردیم. واقعا میگم مسئله این که این حالتی که الان این بحرانی که تمام دنیا رو فرا گرفته، همین من همیشه تأکید میکنم درسته ما در گوشه در دنیا هستیم و اجباری باید شرایط کل دنیا رو بر زندگی خودمون مسلط بدونیم، یعنی جدا از دنیا نیستیم. اینی که وضعیت در یک وضعیت بحرانی قرار داریم، اما وقتی که میبینیم گذشته نه چندان دور ما همون صحبت هایی که از آزادی زنان بگیر تا آزادی بیان، آزادی تشکلات، آزادی زندگی کردن رو اندکی تجربه کردیم، یعنی شدنیه، یعنی اینی که ما رو به این وامی داره که با شرایط امروز چجوری دوباره باز بسازیم و برای فردامون دنیا رو بازسازی بکنیم. و از تمام اون خصوصیات انسانی ما نمیتونیم از خصوصیات غریزی انسانیمون بگذاریم. تمام منفعت به در واقع فرهنگ نئولیبرالی که حاکم هست از من و از شما از همه میخواد که از خصوصیات انسانیمون بگذاریم، تابع فقط منفعت فردی باشیم و این رو از ما میخوان. نکته اینه که ما زیر این بار نباید بلغزیم و دوچار این نکبت فقط آنچی که هست ببینیم سوداوری، هر عملی بکنیم به چقدر سود داره. این خطرناکترین فرهنگیه که نتیجهش میبینیم که نجات پرستی صهیونیسم ازش در میاد، نه تنها اون، تمام فشاری که تک واحدی آمریکا برای اعمال قدرتش به هر چیزی که میکنه در افغانستان، در یمن، در همه جا. مهم اینه که منفعت کارخونه هاش در واقع تولید سلاح هست و جنگ هست. تولید سلاح چرا منفعت داره؟ بلکه باید بجنگه، باید از بینش ببرن، باید کار بکنه. و این کار کردن چیو از بین میبره؟ انسان رو. انسان هایی که میخوان مثل انسان زندگی بکنن، غرایز انسانیشان که یکی از اون و مهمترینشون هست دوست داشتن دیگریه، تکیه کردن به دیگریه. اگه بشر این غریزه رو نداشت به صورت گله زندگی نمیتونست بکنه. مثلا این که در وجود آدمی زاده نمیخوان یه نردن ببرن و این رو زیر بارش نرفتن
میبینیم که همه همونطور که گفتید میلیون ها نفر میان تو خیابون ها، ولی این میلیون ها نفر باید یواش یواش دوباره، دورانی شده، دوباره شکوفاتر بشن و بتونن زندگی خودشون رو به دست بگیرن. و ما هم طبیعتا هنوز در دوران زندگی هستیم. اینی که الان به اصطلاح این حکومت نکبت و جنگ و جهل و جباریت جمهوری اسلامی در خودش در خطر میبینه یعنی چی؟ یعنی با مردم زندگی سر و کار داره، از مردم میترسه، از مردم میترسه که حکومت رو ازش بگیرن، خودشون سرنوشت خودشون به دست بگیرن. این همه زور، این همه اعدام، این همه واقعا وحشتناکه. چرا این کار میخواد بکنه؟ برای اینکه طرف مقابلش زنده است هنوز و ما به این زندگی امید داریم. بل پایه اون بروزاتش ممکنه بعضی وقتا دردناک باشه، ولی مجبوریم توانشو بدیم، ولی امید کاملا هست. الان شروع میکنن به آزاد کردن بعضی ها. یه وقت بود میگفتن 90,000 رو ما آزاد کردیم، حالا ببین چند صد هزار گرفتن که 90,000 رو به اصل آزاد کردن. الان شمار نداره زندانی های سیاسی در ایران و همشون مطمئنن، این نشون داده میشه، هر کدوم از این زندانی ها تا گوشه میتونن بیان بیرون و میبینیم که زندن. وقتی که میخوان برن دعوتشون میکنن برن زندان، دوست آشنا همه جمع میشن و بدرقش میکنن و چقدر شکوهمند بدرقش میکنن که بره زندانیشون بکشن. وقتی که میبینیم که خانمی میخواد زبان کردی، زهرا محمدی میخواد زبان کردی یاد بده، همین میگیرن 5 سال محکومش میکنن، بعد همسرش رو محکوم میکنن که چرا تو یه آموزشگاه مجانی دوستی و برای آموزش زبان وجود آوردی. این که خیلی جالبه و این نشانده دهنده نکبت این حکومت و بیشتر از اونم نمیتونه. ولی امید ما میدونیم روز به روز بیشتره، هرچه روز به روز دستگیری ها بیشتر میشه، ولی میبینیم جا واقعا به جایی نخواهد رسید و دوران سختیه، چون دنیا، اخلاق دنیا خیلی بد شده. که نمونهش آوردم، وقتی که موقع کشته می شد در ایران اینجوری، الان خیلی بد جوری شده. ولی دا این حزیز رو هم باید تحمل بکنیم. شکوفایی در راه و موفقیت برای تمام انسان هایی که به سمت عدالت اجتماعی و به سمت برابری و برابری زن و مرد، حل مسئله ملی، جایی که گلهای بوستان آدمیزاد خودشون نشون بده. تک محصولی امکان نداره، اصلا نمیشه. میبینیم خیلی از تو طبیعت هم اینجوریه، درختی که در فلان جا هست در جای دیگه رشد نمیکنه، اصلا نمیده. و این به ما نشون میدین خیلی چیزای گونگون وجود داره، از جمله فرهنگای گونگون. چرا از بینش بذاریم؟ چرا؟ نمیشه و نمیشه دم از بین برد، همونطوری که موندن. و مخصوصا بعضی جریانات در ملت ها که زدی ملت دیگه شکل گرفتن، دیگه نابود کردنشون امکان نداره، نه با پاک کردن غزه، نه با در واقع حمله به نمیدونم کردستان، همون کاری که به اصطلاح اردوغان میکنه الان برای پاکسازی در سوریه، میگه سرزمین من نیست و در کانتون هایی که به وجود اومده اونا رو میخواد با خاک یکسان بکنه. ولی چقدر معلوم نیست، سخته، ولی در تقابلش نیروی انسانی وجود داره که امیدوارم موفق باشه. تو این مجموعی که شما میگید و اینا، مجموعی که از در واقع از فلسطین تا در واقع کردستان سوریه تا کردستان تا بقیه مناطق ایران میگین، یک مجموعه واقعا همرنگ و فاجعه باره. یعنی شما از بی اخلاقی سیاست مداران و دولت ها میگین و از رسانه هایی که جزء
قسمتی از ارتش نظامی دولت سرکوبگرن، میگین از جای میگیم که تا حد زیادی میشه گفت که نسل کشی ها و سرکوب ها رو در واقع پاک میکنن و در واقع نمیخوان انعکاس بدن، و در این حال فضایی رو میسازن که این فضا یعنی فضای جعلی است، فضایی که هیچ چیز چهره انسانی، چهره معینی نداره، و به قول شما مردمانی که همچنان ایستادن وفادارن به نیروی زندگی، به نیرویی که وجود داره، و قطعا همونطور که در شاهد تاریخ هست این فراز و نشیب ها توی زندگی ها که هست، در تاریخ هم هست، این فراز ها پایانی خواهد داشت و ما شاهد فرازهای مردمی خواهیم بود که علیه این جنایت میستن و جنایتکاران و نیروهای فاشیست و تمامیتگران رو بغب میرن. امیدوارم اینگونه باشه که شما میگین و هر دوی ما این برنامه میگه و بتونیم شاهد دنیای بهتری باشیم، دنیایی که از جنگ و نابسامانی، از سرکوب و نجات پرستی و تبعیض خبری نباشه و مردم بتونن بر سرنوشت های خودشون مسلط بشن و دست قدرتمندان و زورگویان و جنایتکاران رو کوتاه کنن زندگی هاشون. درود بر شما یوسف عزیزم و شما بینندگان عزیز برنامه برگستاری، خیلی به این برنامه توجه کنید. شما قربان هستید.